سالها پیش از این زن و شوهری بودند که خلق و خویشان با هم جور نبود. زن کاری و زرنگ بود، مرد تنبل و دست و پا چلفتی و همیشه خدا با هم بگو مگو داشتند. یک روز زن از دست شوهرش آسی شد و گفت ای مرد، خجالت نمی کشی از دمدمای صبح تا سر شب تو خونه پلاسی و هی دوروبر خودت میلولی و از خانه پا نمی گذاری بیرون؟ مرد گفت برای چه از خانه برم بیرون؟ بابام چند تا گاو و گوسفند برام ارث گذاشته و چوپانها آنها را میبرند و میچرانند و از فروش شیر و پشمشان به ما پولی میدهند. به کاروبار توی خانه هم تو سر و سامان میدهی. زن گفت پخت و پز غذا، شست و شو و رفت و رو به خانه با من، اما آب دادن گوساله با خودت، این یکی به من هیچ ربطی ندارد. مرد گفت نکند خیال میکنی تو را آوردم توی این خانه که فقط بخوری بخوابی و روز به روز چاق و چله تر بشوی؟ زن گفت من را آوردی که خانه و زندگیت رو روبرا کنم و خودت را تر و خوش کنم، نیاوردی که گوساله را آب بدهم. دندت نرم، خودت گوسالت را آب بده. مرد گفت این جور نیست، هرچه گفتم باید گوش کنی، حتی اگر بگویم پاشو برو بالای بام و خودت را پرت کن پایین، نباید به حرفم شک کنی. خلاصه بعد از جر و بحث زیاد قرار بر این شد که آن روز گوساله را زن آب بدهد، اما از فرد و صبح هر کس زودتر حرف زد از آن به بعد او گوساله را آب بدهد. فرد و صبح زود زن از خواب بیدار شد و بعد از آب و جاروی خانه صبحانه را آماده کرد. مرد هم بیدار شد و بی آنکه کلمه‌ای به زبان بیاورد شروع کرد به خوردن صبحانه. زن دید اگر کنار شوهرش بماند ممکن است قول و قراری را که گذاشتن یادش برود و برای اینکه خیالش از این بابت راحت بشود چادرش را سر کرد و رفت خانه همسایه. مرد برای اینکه حوصله‌اش کمتر سر برود رفت نشست رو سکوی دم در. طولی نکشید که گدایی پیدا شد و پس از دعای بسیار به جان مرد از او چیزی طلب کرد، اما هرچه خواهش را تمنا کرد جوابی نشنید. گدا با صدای بلندتر دعا خواند و از مرد خواست که پولی، نان و پیازی چیزی به او بدهد. مرد با آنکه به گدا نگاه میکرد لام تا کام چیزی نگفت. گدا حیران ماند که این دیگر چجور آدمی است که بر رو بر نگاهش میکند اما لب نمی جنباند و جوابش رو نمی دهد. با خودش گفت لابد کر است. گدا رفت جلوتر و صدایش را تا جایی که می توانست بلند کند و باز تقاضایش را تکرار کرد. مرد در دلش گفت فکر می کند نمی دانم. زنم او را تیر کرده بیاید اینجا و من را وادارد به حرف زدن تا مجبور شوم از این به بعد گوساله را آب بدهم. نه، اگر زمین به آسمان برود و آسمان به زمین بیاید و این مرد صبح تا شب بیخ گوشم هوار بکشد زبانم را در دهان نمی چرخانم. بگذریم. وقتی گدا دید حرف زدن با مرد فایده ندارد با خود گفت بیچاره انگار تو این دنیا نیست و رفت تو خونه. کیسه‌اش را گذاشت زمین و هرچه نان و پنیر در سفره بود خالی کرد تو کیسه‌اش و راهش را گرفت و رفت. مرد همه اینها را می دید اما چیزی نمی گفت و اعتراضی نمی کرد که نکند شرط را به زنش ببازد و مجبور شود گوساله را هر روز آب بدهد. پس از رفتن گدا سلمانی دورگرد از راه رسید و همین که دید مرد نشسته رو سکو دم در سلام کرد و پرسید می خواهی سر و ریشت را اصلاح کنم؟ مرد به خیال اینکه سلمانی را هم زنش فرستاده جوابش نداد و بر رو بر نگاهش کرد. سلمانی با خودش گفت سکوت نشانه رضاست و آینه را برد جلوی صورت مرد و پرسید میخواهی ریشت را از ته تراشم و زلفت را دم اردکی کنم؟ مرد همانطور ساکت ماند و سلمانی هم نگذاشت و نبرداشت. تیغش را برداشت، حسابی تیز کرد و ریش مرد را از ته تراشید و صورتش را مثل کف دست صاف و صوف کرد و زلفش را دم اردکی زد. بعد آینه گرفت جلوی مرد و گفت ببین چه خوب شده؟ مرد چیزی نگفت. سلمانی در دلش گفت این چجور آدمی است که حتی زورش می آید بگوید دستت درد نکند. بعد دستش را دراز کرد و گفت
مزد ما را مرحمت کن، از خدمت مرخص بشویم. مرد این بار هم چیزی نگفت. سلمانی دو سه بار حرفش را تکرار کرد اما فایده ای نداشت. سلمانی گفت خودت را به کری نزن، همینطور مفت و مجانی که نمی شود ترگر و ورگلت کنم. زود باش مزد ما را بده بریم، باقی رزق و روزی من را به دست بیاوریم. مرد باز هم جواب نداد. سلمانی که حوصله‌اش سر رفته بود دست کرد تو جیب. مرد پولهایش را در آورد و رفت دنبال کارش. تازه سلمانی رفته بود که زن بندنداز از راه رسید و تا چشمش به مرد ریش تراشید افتاد او را بند انداخت، زیر ابروهایش را برداشت و به صورتش سرخاب سفیداب مالید و رفت. کمی بعد دزدی سر رسید و دور بر خانه سر و گوشی آب داد. دید زنی با لباس مردانه و گیس بریده و صورت بزک کرده نشسته رو سکو. دزد رفت جلو، گفت خاتون جان چرا در را باز گذاشته یو بدون چادر چاقچور نشسته اینجا؟ مرد جواب نداد. دزد جلوتر که رفت فهمید این آدم زن نیست و مرد است و دو دستی زد تو سرش و گفت خاک عالم بر سرت، این چه ریخت و قیافه ایست برای خودت درست کرده ای؟ مرد در دلش گفت میدانم تو را زنم فرستاده که زبانم را باز کنی یا زحمت آب دادن گوساله بیفتد گردنم، اما کور خوانده ای. من از آن بیدها نیستم که به این بادها بلرزم. دوست وقتی دید حرف زدن با مرد بیفایده است و هرچه از او میپرسد جوابی نمیشنود، رفت تو خانه و هر چیز سبک وزن و سنگین قیمت دستش آمد ریخت و کل پشتیش و زد به چاک. حالا بشنوید از گوساله. گوساله ی زبان بسته کنج طویله از تشنگی بیتاب شد و با شاخش زد در را انداخت و آمد وسط حیات و بنا کرد صدا کردن. مرد با خودش گفت این زن بدجنس به گوساله هم یاد داده صدا در بیاورد و من را وادار کند به حرف زدن. در این میان زن سر رسید. دید زنی حسابی بزک دوزک کرده نشسته دم در. خیال کرد شوهرش رفته هوو سرش آورده. تون رفت جلو، گفت آهای با اجازه کی پا گذاشته ای اینجا؟ مرد از خوشحالی فریاد کشید باختی، زود باش به گوساله آب بده. زن نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. دو دستی زد تو سر خودش و گفت خاک عالم بر سرم، چرا این ریختی شدی؟ کی مویت را زده؟ کی ریشت را تراشیده؟ کی اینقدر آرایشت کرده و این همه سرخاب سفیداب مالیده به صورتت؟ آن وقت به گوساله آب داد و رفت تو خانه. دید همه چیز ترهم و برهم است. فهمید دوست آمده دار و ندارشان را برده. زن برگشت پیش مرد، گفت مگر مرده بودی یا خوابت رفته بود که جلوی دزد را نگرفتی؟ مرد گفت نه مرده بودم و نه خوابم رفته بود، فقط حواسم جمع بود و میدانستم که همه این دوزکلک‌ها زیر سر توست و تو اینها را شیر کردی بیاین من را به حرف بیاورند و آب دادن گوساله بیفتد گردن من. زن گفت خاک بر سرت کنن لج باز که هست و نیست و آبرویت را روی لجبازی گذاشتی و باز خوشحالی که مجبور نیستی به گوساله خودت آب بدهی. حالا بگو ببینم دوست کی رفت، از کدام طرف رفت؟ مرد گفت چندان وقتی نیست که رفته، اما نفهمیدم از کدام طرف رفت. زن از خانه زد بیرون و گوساله به دنبالش را افتاد. سر کوچه از بچه هایی که مشغول بازی بودن پرسید شماها ندیدید مردی که از خانه ما آمد بیرون از کدام طرف رفت؟ بچه ها سمتی را نشان دادند و گفتند از این طرف. زن افسار گوساله را گرفت و به طرفی که بچه ها نشان داده بودند راه افتاد و کم کمک از شهر بیرون رفت. یک میدان بیشتر از شهر دور نشده بود که دید مردی کلوپشتی سنگین دوش گرفته و دارد می رود. زن از در و وضع مرد فهمید که دوست خانه همین است. قدمهایش را تون کرد و بیان که نگاهی به دوست بیاندازد از جلو افتاد. دوست صدا زد باجی جان داری کجا می روی؟ زن جواب داد غریبم، دارم می روم شهر خودم. دوست پرسید چرا اینقدر تون می روی؟ زن گفت می خواهم تا هوا تاریک نشده خودم را برسانم به کاروان سرایی که شب تک و تنها توی بیابان نمانم. اگر کس و کاری داشتم یواش یواش می رفتم و بی خودی خودم و این گوساله زبان بسته را خسته نمی کردم.
دوست گفت دلت می خواهد با هم برویم؟ زن گفت بدم نمی آید و با هم به راه افتادند. در بین راه زن آنقدر شیرین زبانی کرد و غیر و غمزه آمد که دوست گفت خاتون باجی مگر تو شوهر نداری؟ زن گفت اگر شوهر داشتم تک و تنها با این گوساله راهی بیابان نمی شدم. کم کم گفتگوی زن و دوست گل انداخت و دوست از زن خواستگاری کرد و قرار و مدار گذاشتند همین که برسند به شهر بروند پیش قاضی. از آن به بعد با هم همدل و همزبان شدند و دل دادند و قلوه گرفتند تا دمدمای غروب آفتاب رسیدند به دهیم. دوست گفت بهتر است به اسم زن و شوهر برویم خانه کت خدا و شب را آنجا بمانیم. زن گفت بسیار خوب، اما به شرطی که به من دست نزنی مگر بعد از رفتن به خانه قاضی. دوست قبول کرد و با هم رفتن به خانه کت خدا. کت خدا هم از آنها پذیرایی کرد. وقت خواب که رسید زن رخت خوابش را یک طرف اتاق پهن کرد و رخت خواب دوست را طرف دیگر اتاق انداخت و جدا از هم خوابیدند. نیمه های شب وقتی خور و پف دوست رفت به هوا، زن بی سر صدا بلند شد و رفت از انبار خانه کت خدا کمی آرد برداشت. با آن خمیر شلوولی درست کرد و آورد ریخت تو کفش های دوست و کت خدا. بعد کوله پشتی را انداخت به پشت گوساله، از در بیرون زد و راه خانه خودش را پیش گرفت. زن کت خدا از صدای به هم خوردن در بیدار شد. کت خدا را بیدار کرد و گفت انگار صدای در آمد. پاشو ببین مهمانهای ما دوست از آب در نیامده باشند. کت خدا بلند شد، خواست کفش بپوشد برود تو حیاط و سرگوشی آب بدهد ببیند چه خبر است، که پایش چسبید به خمیر. ناچار کفشش را در آورد و پا برهنه دوید تو حیاط. دید در چارتاق باز است. تون برگشت سر کشید تو اتاق مهمان ها، دید از زن خبری نیست و فقط مرد دراز به دراز گرفته خوابیده. کت خدا مرد را صدا زد. مرد از خواب پرید و گفت چه شده؟ کت خدا گفت میخواستی چه بشود؟ زنت خمیر ریخته تو کفش های من و در را باز کرده و رفته. دوست گفت نه بابا، زن من که دوست نیست، فقط بعضی وقتها به سرش میزند و دردسر درست میکند. در این میان چشم چرخان دور برش، دید ای داد بیداد، از کوله پشتی اثری نیست و به کت خدا گفت بهتر از زودتر برم ببینم کجا رفته. مبادا این وقت شب به دوستی یا دغلی بر بخورد و گوساله را از او بگیرند و خودش را به کنیزی ببرند. و خواست کفش هایش را بپوشد که پایش تو خمیر گیر کرد. نخواست کت خدا از این قضیه سر در بیاورد. با هر درد سری بود کفش‌هایش را پوشید. یواش یواش خودش را رساند دم در و از کت خدا خدافظی کرد. همین که پایش رسید به کوچه و خودش را تنها دید، نشست کفش‌هایش را پاک کرد. اما دیگر دیر شده بود و زن نصف راه را پشت سر گذاشته بود. دوستی اگر بخواهد به زن برسد چاره ای ندارد جز این که همه راه را بدود. این بود که شروع کرد به دویدن و از تپه های زیادی گذشت. رفت و رفت و به جایی رسید که از دور زن و گوساله را دید. زن هم که مرتب پشت سرش را نگاه میکرد دوست را دید و ترس برش داشت که چه کند چه نکند و از ناچاری به گوساله گفت ای گوساله، همه این بلاها به خاطر تو سرم می آید. اگر دوست به ما برسد من را سربه نیست می کند و تو را می برد می دهد دست قصاب، گوش تا گوش سرت را می برد و دیگر نه من را می بینی و نه رنگ قشنگ سبزه را. دلم می خواهد از خودت غیرت به خرج بدهی و با این کله گندت طوری به شکمش بزنی که جا به جا جان از بدنش در بیاید. و افسار از گردن گوساله برداشت و سرش را به طرفی که دوست داشت نزدیک می شد چرخان. گفت چیزی نمانده به ما برسد، ببینم چه کار می کنی. همین که دوست نزدیک شد گوساله خیره خیره نگاهش کرد. بعد چند قدم رفت عقب و عقب و یک دفعه خیز برداشت و با سر چنان ضربه محکمی به آبگاه دوست زد که دوست نقش زمین شد و دیگر از جایش جم نخورد. زن از شادی دگ و پوز گوساله را غرق بوسه کرد و باز رو به خانه‌اش به راه افتاد. هنوز هوا روشن بود و ستاره‌ها در آسمان پیدا نشده بودند که زن با گوساله رسید به خانه. در حیاط همانطور چارتاق و مرد بزک دوزک کرده نشسته بود رو سکو. گوساله تا چشمش به او افتاد خونش به جوش اومد، رفت عقب و آمد جلو، خواست ضربی هم به مرد بزند و او را به همان روزی بیاندازد که دوست را انداخته بود. اما زن تون پرید جلویش را گرفت، گفت ای گوساله، هرچه باشد من و این مرد مثل آستر و رویه هستیم. اگر لجباز است
عوضش دلپاک و بیقلقش است. گوساله سرش را انداخت پایین و راهش را گرفت رفت و طویله. مرد هم از حرف زنش خجالت کشید و از فردای آن شب به بعد خودش به گوساله آب و علف داد.